جناب آقای سربی، در ایمیلی خواستار شدید که نوشته اخیر خودم رو با بیان خودم قرائت کنم. این نوشته مبنی بر اینه که مقصر اصلی انقلاب تنها شاه نبود. به نظر من شاه عامل انقلاب بود، نه تنها مقصر انقلاب. مقاله چنینه: بر باد فنا داد رگ و ریشه جم را، چکلیسان غلامان خانزاد در دربار گرد هم آمده و دربار را به لانه فساد سیاسی، مالی و اشتدکده افسانه‌ای تبدیل کرده بودند. شادروان کم همتا دکتر حسین فاطمی در بیدادگاه نظامی گفت تا دربار شاهنشاهی وجود دارد، انگلستان احتیاج به داشتن سفارت در ایران ندارد. در کلیله و دمنه قرخا پیش آمده، کار نزدیکان ملوک حسد و منازعت و بدسگالی و مناقشات است و روز و شب در پی یکدیگرند. در تحقق این نظر ناظر بودیم. پیرامونیان در دربار پهلوی چنان به جان هم افتاده و وحشت ایجاد کرده بودند که نخست وزیر هویدا در یک پذیرایی به تیمسار نصیری رئیس سواک میگوید: تیمسار، هر وقت موقع رفتن باشد قبلا مرا آگاه فرمایید. با کودتای شرم‌آور در 28 مرداد 32، امپریالیست جهانی با همکاری سران مذهبی، خائنین داخلی و اراذل اوباش، حکومت ملی دکتر مصدق را کنار زده و دولت و حکومت کودتا را جایگزین آن کردند و به قول حکیم اندیشمند نظامی، باریک به باغ ما تگرگی و از گلبن ما نماز برگی. کودتاچیان و عمله های دولتی به مدت 25 سال چنان بدکرداری کردند که انقلاب را به وجود آوردند و از بادی که کاشته بودند طوفان براندازی درو کردند و انقلاب بر باد فنا داد رگ و ریشه جم را. سقراط در دادگاه فرمایشی آتن بعد از اعدام فریاد زد: اگر مرا بکشید به خود بیش از من آسیب می‌رسانید. و پس از هزاران سال گفته سقراط این بار در ایران ما تکرار شد. و تنها نام پهلوی در خارج از کشور بنیاد پهلوی بود، چون هم بدون بنیاد علوی تبدیل شد. ولی نام مصدق، آن مرد همیشه بزرگ، در جایگاه بزرگان جهان قرار گرفت و در گوشه و کنار جهان، خیابانها، سالانها، در دانشگاهها مفتخر به نام مصدق هستند و صندلی او در دفاع از حقوق ملت ایران در دیوان بین المللی لاهه به عنوان یادگار نگهداری می شود. جان‌نثاران دروغین با فریب شاه او را در سراشیبی صعود قرار دادند و به شاه تلقی می کردند که همه چیز روبراه است و شخص او نادرالوجود تاریخ می باشد، همانطور که در سرود شاهنشاهی می گویند که از پهلوی شد صد ره بهتر زهد باستان. تا زانو خم شده و به شرف عرض مبارک ملوکانشان می رساندن، مگسی را که تو پروازدهی شاهید است. کمکم بر خود شاه هم مشتبه شد و روزنامه‌نگار ایتالیایی اوریو فانچی پس از مصاحبه طولانی با شاه نوشت:
شاه معتقد است که روح داریوش بزرگ در وجود او حلول کرده. پادشاه به تاریخ گذشته علاقمند بود، اما در بند 3 گاتا شماره 32 فرمایش زردشت را نخوانده بود که گفت: این کجندیشان و همه آنهایی که شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستند و این کردار فریب کنه است. تنها وزیر دربار علم که اجازه داشت مطالب را به عرض برساند آگاهی و دانشی نداشت که به عرض شاه برساند. فریدون فرخ فرشته نبود، زمشک و زنبر ستوده نبود. به داد و دهش یافت این فرخی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. سیاستمداران با تجربه کنار زده شده و تکنوکرات های چند سباه آمریکا دیده افزار پادشاه را احاطه کرده بودند و پادشاه که با عشق به ایران میخواست کشور را پنجمین قدرت جهانی برساند، راه و روش ناصرالدین شاه را پیمی کرد که پس از کشتن صدر اعظم با حکومت یک نفره عرابه حکومت را لنگ لنگان خود بکشد. پیرامونیان با پنهان کردن حقایق حاله ای از ابهام در وجود شاه ایجاد کرده بودند، در حالی که 700 سال قبل بزرگ بزرگان ادب و اندیشمند ما سعدی فرمود: ادب راستی به شه گفتن است، نه راز از شاهنشاه بنهفتن است. پادشاه که در قله قدرت و فرمان فرمایی یک نفره قرار گرفته بود، خود را بین چکش و سندان سرگردان یافت. چکش آمریکا که از ترس سرنگونی رژیم و از دست دادن منافع امپریالیسم به شاه فشار می آورد، به جای روی سرنیزه نشستن و حکومت کردن، اصلاحات اجتماعی و سیاسی را به جا آورد. بر طرف دیگر سندان مردم بودند که جانشان از خفقان ایجاد شده از بخشی از سواک اداره سوم به لب رسیده بود. طوفان برپا شد و کشتی روی امواج بالا پایی می رفت و کشور در شامگاه مصیبت قرار گرفت. ناخدای کشتی وامانده و خود را در بن‌بست می‌دید و از ناسپاسی نسبت به خود تنها به فکر تر کشور بود. سران ارتش شاهنشاهی به جز چند نفر به پای بزرگ ارتشداران فرمانده خود افتاده و بدون درک درد مردم به سطوح آمده، اجازه اقدام بر علیه جنبش مردم را تقاضا می‌کردند. تصورشان این بود که در طول تاریخ افسانه گذاشتن تاج بین دو شیر که شاه برود تاج را بردارد و بر سر گذارد تکرار شود، اما غافل از این بودند که اگر تاج پهلوی را بین دو گربه می‌گذارند، شاه مریض و سرخورده که 25 سال پیرامونیان به او دروغ گفته و اصلاحش کرده بودند، توانایی آن را ندارد تاج به زمین افتاده را بردارد و بر سر گذارد. و شاید تصورشان این بود که برود و ننگ شرم‌آور کودتای 28 مرداد تکرار شود. اما امپریالیسم غرب به سرکردگی قدرت مطلقه آن روز آمریکا به فکر این بود که به هر لحظه شده برای حفظ منافع خود ایران را در خیمگاه امپریالیسم جهانی نگه دارد، به هنگامی که سرویس های امنیتی آمریکا و اروپا گزارش می‌کردند که شاه قدرت اداره کشور را از دست داده،
به فکر فردای بعد از شاه افتادم. هنوز مزه قدرت مذهبیون در دهانشون بود که موفقیت آنان در پیروزی کودتای ننگین 28 مرداد مرهون همکاری مذهبیون در قم آیت الله بروجردی و از کاشان آیت الله کاشانی بود. ولی مردم می گفتند نقم خوبه نه کاشون، لعنت به هر دوتاشون. ولی آنها موفق شدند و این بار نه قم و نه کاشان، بلکه از خمین، مردی که با جرأت و کینه توزی سربلند کرده بود، به سراغش رفتم و او هم با نیرنگ و هیله آخوندی فریبشان داد و از فردای انقلاب و سوار شدن بر خر مراد بر علیه همه و ادعای نفل و شاتو به ملت امیدوار هم خیانت کرد و صراحتا گفت اگر همه بگوین آری من میگویم نه. اینکه این بار هم باز مذهبیون در بالای جنبش قرار گرفته و انقلاب رو به چنگ آوردن تازگی ندارد. در طول تاریخ چند هزار ساله همیشه چنین بوده. قبل از اسلام مزدک و مانی روشنبینانی بودند که در ابتدا هم از رفورم و اصلاحات دربار می دادن و فشار دربار آنها را به باورمندی مذهبی کشانید. همون کار را هم در آخر سلسله ساسانیان معبدی به نام سلمان فارسی که از فساد فریاد می زد به طرف دشمن رفت. بعد از اسلام هم اکثر قریب به اتفاق جنبش‌های مردمی رنگ و بوی مذهب و با باورمندی مذهبی داشتن. ابو مسلمی که می آید تا بغداد و قدرت را به چنگ می آورد دست به دامان امام جعفر صادق می زند. بعدها هم اگر در گوش و کنار سلسله های برپا شد سکه به نام خلیفه بغداد می زدن و خراج می پرداختن. شاه اسماعیل صفوی هم که ایران پاره پاره شده را توانست یک پارچه کند به نام شیعه اثنی‌عشری موفق شد، در حالی که او و خاندانش و شیخ صفی الدین اردبیلی سنی مذهب بودند. جنبش تکان دهنده تنباکو میزایزای شیرازی، بعد سید جمال الدین اسدآبادی، جنبش بابی سید علی محمد باب، نهضت جنگل میرزا کوچک خان و سایر جنبش ها همه مذهبی بودند. آن روز که صدای تپانچه میرزا رضای کرمانی در شهر ری به زندگی ناصرالدین شاه خاتمه داد، همانطور که 3 قرن پیش از آن گردن چارلز اول را در انگلستان بریدند و تقدس و موهبت الهی سلطنت را شکستند، کشتن ناصرالدین شاه دیکتاتور هم در ایران افسانه پوچ موهبت الهی بودن سلطنت را در هم آمیخت و کشور را به جنبش مشروطه کشانید و دیدیم که گردانندگان مشروطه خواه هم مذهبیون بودند تا حدی که توانستند در قانون اساسی حق به تو برای 5 آخوند را بگنجانند. متفکر بزرگ و عالی‌قدر ابوالعلا گفت مردم به 2 طبقه تقسیم می شوند، عده‌ای که دین دارند و عقل ندارند و عده‌ای که عقل دارند و دین ندارند. با اینکه کار جهان هیچ در هیچ است و ملل ستم دیده زیر چنگال استثمارگران دست و پا میزنن، دیدیم در شرق خورشیدی دمید که توانست زنجیر استثمار انگلستان را پاره کرده و راهگشای احقاق حق ملل ستم دیده باشد. بالای سرش هوشمندی میتافت ستاره بلندی. اگر با کودتای ننگین حکومت ملی او را برانداختن، اما حیات سیاسی ملت ها تسلیم به سکون همیشگی نمی شود. نور امیدی از معبد آزادی خواهان در احمد آباد از آن مرد همیشه بزرگ سوسو می زند و روزی خواهد رسید که از راه مصدق در مسیر استقلال و آزادی پیروزی شده
و بساط بزرگ و بساط بزرگ سر امامداران هم برچیده و به عالم بقا میپیوندند. همون گونه که اوضاع دیروزی نماند امروز، به فردا نیز اوضاع امروزی نمیماند و ایران ایران خواهد شد و سرچشمه ایست که تا دریاها پیش خواهد رفت. خوشا آنان که با عزت ز گیتی بساط خویش بستند و رفتند. با سپاس فراوان.